پس شروع کنیم. دفتر سومو با اجازه. بسم الله. حتی با این باید شما Thank you, Freddie. ما دفتر اول رو که شروع کردیم مولوی به همون گفتش که بشنو از نه. دفتر دوم رو شروع کردیم صحبت به سلام علیکم حالتون چطور اومد و راجب دوستش یه حرفی زد و اتفاقی که میفته آخر دفتر دوم اول دفتر دوم آخر دفتر دوم ببخشید آخر دفتر اول من اینو براتون آخرین ابیاتی که مولوی میگه میگه صبر آرد آرزو را نشتاب صبر کن و الله اعلم به صواب. این آخر دفتر اوله. طبق بعضی گفته ها مولوی یه کمی احساس میکنه که به اون روانی که میخواسته این اشعار براش نمیومده، به خاطر همین تصمیم میگیره که صبر کنه. The whiteboard. Thank you. بین دفتر اول و دفتر دوم چقدر طول میکشه؟ دو سال طول میکشه. توی این مدت هم حسام الدین نبوده و ایشون یه ذره خب اظهار دلتنگی هم میکنن و اتفاقی که میفته دفتر دوم وقتی که شروع میشه ایشون میگن مدتی مثنوی تأخیر شد، خودشون هم میگن. حالا تأخیرشو میگم یه روایتیه که ایشون واقعا میخواستن صبر کنن تا بتونن همون جوری دوباره داستانها رو قشنگ بگن. مهلتی بایست تا خون شیر شد، تا نزاید وقت تو فرزند نو، خون نگردد شیر، خون نگردد شیر شیرین خوش شنو. چون ضیاءالحق حسام الدین عنان بازگردانید زوج آسمان، چون به معراج حقایق رفته بود بی بهارش قنچه ها ناگفته بود. و اینجوری دفتر دوم رو شروع میکنن. به دفتر سوم هم که میرسن مثل اینکه باز دوباره یه وقفه ایجاد میشه، اونم به خاطر این بوده که دوستشون باز مریض بوده. به خاطر همین میگن ای ضیاءالحق حسام الدین بیار این سوم دفتر که سنت شد سه بار. ایشون حالشون بهتر میشه، میگن که پس پاشو بیا که دفتر سوم رو شروع کنی. سنت شد سه بارم. حالا ما تو فارسی میگیم تا سه نشه بازی نشه. از قرار معلوم این تا سه نشه بازی نشه یه معنی عرفانی داره، یه معنی تاریخی هم باهاش هست. میگن مثلا حضرت رسول وقتی که سلام میکردن به یه سری اشخاص، برای اینکه مطمئن باشن اینا سلامشون رو شنیدن، سه دفعه سلام میکردن. و حالا یه مولوی هم اینجا حالا از اون مسئله استفاده میکنه و داره میگه اینجا سنت سه دفعه شده. دفتر سوم اول سلام حالتون چطوره؟ پس ای ضیاءالحق حسام الدین بیار این سوم دفتر که سنت شد سه بار. یعنی ورد بیار که بشینیم بنویسیم و بخونیم. یعنی بخونیم، البته ایشون داشتن قرار بوده بگن و بقیه هم حالا
نگارشی میکردن یا ضبط میکردن، حالا هر کاری باش میکردن. برگشا گنجینه اسرار را در سوم دفتر بهل اعذار را. یعنی سعی کن این گنجینه اسرار رو ما میخوایم باز کنیم و راجبش تحقیق کنیم و عذر و بهونه‌هات رو بذار کنار. حالا چه با هم دیگه اینا شوخی داشتن، چه این صحبت رو جدی داشتن با هم میکردن، چه این که مثلا دیگه رفیق بودن یه جورایی دیگه، با هم دیگه دوست بودن. سلام علیکم. این الحمدلله هیچی نذاشته اینجا، ای من گذاشتم بهل، یعنی بهل بهل. بعد یه نصیحتی به حسام الدین میکنم، میگن قوتت از قوت حق میزهد، نز عروقی که از حرارت میجهد. میگه یادت باشه تو به خاطر واصل بودنت این قوتت از حق میاد، از خداوند میاد، از تو به اون سورس کانکتدی. از عروقی که میجهد یعنی این رگ و گردن ما هاست که بالاخره حالا وقتی یه کمی ورزش میکنیم رگامون پر خون میشه، یه ذره ورزشمون کم میشه رگامون کمتر چیز میکنه، به نظر میاد ضعیفتر شدیم. همه این بر میگه تو همچین چیزی نیستی، از این جنس نیستی. یه نکته دیگر هم من اینجا قبلا گفتم، اینو میخوام دوباره بگم، حالا هر جوری که این راجبش هم میکنم صحبت هم بکنیم. مولوی تو هیچ کدوم از دفتراش با اسم خدا شروع نکرد، کما اینکه بقیه بزرگان با نام خدا شروع میکنن، حالا چه فردوسی باشه، چه سعدی باشه، چه نظامی باشه، سهروردی، همه اینا با اسم خدا شروع میکنن تمام کتاب‌هاشونو. مولوی با اسم خدا هیچ کدوم از این دفترها رو شروع نمیکنه. حالا اگه خواستین به من یکی بگه که آیا اینجا نفی خداست یا اینکه منظورش چیه فکر میکنیم، یعنی فکر کنم بنز کافی هم راجعش حرف زدید. خط سوم داریم که قوت از قوت حق میگرد. آها، آردی منشن کرده که پس قوت از قوت حق میاد، یعنی اینکه من آردی واصل هستم، به خاطر همین دلیلی نداره که من دیگه ظاهرسازی کنم. حتی بقیه هم ظاهرسازی نمی کردن، ولی خب جوری که اونا خطاب میکردن یا جوری که شروع میکردن شاید فرق داشت. کسی نظر دیگه ای داره راجبه؟ مولانا هم از یک نظر دیگه معتقد بوده که مسئله قرآن خصوصی است. آها، بنابراین نیازی نمیبینه که باعث خدا شروع کنه، همش سرش به خدا میرسونه. داستان های دیگه یا شعرهای دیگه مسائل دیگه رو دارن مطرح میکنن، خب اول به خاطر احترام به خدا و پیغمبر و ائمه و اینها معمولا راجع به اینها مقدار چند صفحه می نویسن یا صحبت کردن یا شعر گفتن، بعد وارد مسائل دیگه شروع میکنن. حالا میتونه کاملا مرتبط باشه با مسائل الهی یا مسائل دیگه مصادر کرده باشه. در مثنوی شما هیچ جای مثنوی رو خالی از خدا نمیدید، از هر جا که داره صحبت میکنه به هر حال داره به همون جهت همیشه راجبه یه مثالی صحبت میکنه. خیلی عمال جان فکر میکنم خودش رو جزی از خدا میدونسته. آها، چجوری؟ چجوری؟ خیلی از اشعارش این رو چیز میکنه، این قرآن هم میگه نال الله و نال الله، ما از خداییم، این فرقی نیست، یعنی نه که فرقی، منظورم لغت نیست، منظورم اینه که در باطن یکی است. بسیار عالی. کسی دیگه؟ همه نظرها خوب و درسته. یه نیایشی یه جا، حالا اگه خواستید یه دفعه، من یه سری نیایش پیدا کردم جایی، اینا جای چیزای قشنگیه.
یکی میگه ای برتر از همه یاری هم کن تا با خود و با تو در دل یگانه شد. این انا لله و انا الیه راجعونی که میگیدم با همین این چیز. خب بسیار عالی. پس این چراغ شمس کو روشن بود نصف تیل و پنبه و روغن بود. پس میگه ببین تو که قوتت از قوت خداست، این چراغی هم که الان روشنه فیتیله و چیز نمیخواد، یعنی تو به یه جای دیگه وصلی، یعنی یه جور دیگه این که از مکان تو به لامکان رسیدی. به خاطر همین چیزایی که تو مکان صحت داره الان دیگه بهت اپلای نمیشه. حساب بکنید حالا به هر دلیلی شاید اینجا دوستش داشته میگفته مثلا من هنوز مزاجم خوش نیست، هنوز خوشحال نیست، هنوز خوب نیستم، هنوز خوش نیستم، و یه جوری فکر کنم مولوی داره به یادش میاره که ببین تو از این جنسی، از این جا داری میاد. سقف گردون کو چنین دائم بود نه سناب و استونی قائم بود. میگه ببین این آسمونی هم که داری میبینی الان اینطوری دائم بالا سرت باستاده، این فکر نکن زیرش تناب و ریسمان و ستون و چیزیه، اینا همش از برکت و اون فضیلت خداوند. شمس که توی بیت تبریزی کارونه منظور شمس تبریزیه یا منظور خورشیده؟ اینجا دیگه فکر کنم خورشید باشه، ولی هر جا که شمس رو صحبت میکنه یه کمی هم راجع به شمس تبریزی یه گذری میزنه. چون مفهوم میدنه اینجا چرا اگر خورشید منظورش باشه معنی نمیده اینجا والا چراغ خورشید چرا دیگه خورشید یه اصل ازلی ابدی هست، همیشه بوده. میگه اگه این بوده روشنی و یه ببینید یه معنی فیزیکی داره میزنه که میتونیم ببینیم و یه معنی آسمانی هم بعدش میزنه، یه مثال فیزیکی، مثال آسمانی. میتونیم هم اونجوری هم حالا اگه دوست دارید شمس تبریزی رو هم بیوسط این معنی رو من نخوندم راجع به شمس، بیشتر راجع به فقط خورشید خوندم هر جا که چیز بود. به هر حال قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. حالا صحبت جبرائیل رو میکنه، میدونی که نام جبرائیل تو قرآن 3 دفعه بیشتر نیومده، تو سوره بقره و سوره تحریم. و جبرائیل یعنی مرد خدا یا قوت خداوند. قوت جبریل هم به خاطر همینه، یعنی میگه اون کسی رو که حالا ما اسمشو جبریل گذاشتیم از مطبخ یا از این چیزای دنیایی که ما میدونیم قوتش نیومده بود، بود از دیدار خلاق وجود. جبریل هم به یه همچین مرتبه نائل شده. حالا الان نمیخوایم بحث این رو بکنیم جبریل جنسش چیه، جنس ما چیه، از لحاظ چیزی اینا کجا میفتن. همچنان این قوت ابدال حق همز حق دان نست آمو از طبق. بدونم که همه این قوتی که حق میتونه کارهایی که داره انجام میده و انجام بده، اینا را همه را از این بدان که قدرتش از خودشه نه از طعام و طبق. بله قوت ابدال حق چرا؟ مردان خداست. چرا؟ مرسی. همزه حق دان نست تمام و از طبق. اینا خلاصه هر کدومشون این قدرتشون رو از این میگیرن که سلام، این از این میگیرن که واصل به خداوند شده. جسمشان را همزه نور جسمشان را همزه نور استش اسرشته اند تازه روح و از ملک بگذشتن. نه تنها اینا روحشون از جزئی از خدا بوده، جسمشان هم از اون نور الهی سرچشمه گرفته، سررشته گرفته.
یه ما وقتی که دفتر اول و دفتر دوم رو خوندیم یه سری چیزها رو من اینجا میخوام بنویسم، چون الان یه جورایی راجع بهشون گفتگو میشه سریعا. یکی این که بشون، یکی بود روح و ارتقایش و وصال روح به اون کلی که ازش اومده. صحبت اولیا رو داشتیم، صحبت انبیا رو داشتیم، اینجا حقم هم میذارم به خاطر اینکه خیلی تعریف شد راجع به اینکه اصلا یه سری نشونی‌ها رو دادن راجع به ما راجع به ارواح اومدیم درجه ارواح و صحبتش رو کردیم که مثلا اگه یادتون باشه اومدیم گفتیم که از حیوان میاد، بعد میشه انسان، بعد میشه ملک، بعدش هم میشه انبیا. اگه یادتون باشه یه دفعه این صحبت کردیم که یه همچین سیری دارن، یعنی روح یه همچین سیر صعودی داره. و صحبت این رو کردیم، صحبت دیگه هم که کردیم راجع به رزق حلال بود. راجع به بینش صحبت کردیم، راجع به دانش صحبت کردیم، راجع به علم درونی صحبت کردیم، راجع به علم بیرونی صحبت کردیم. یواش یواش تو این مقدمه یه سری از اینا راجبش صحبت میشه. من فقط میخوام اینا رو الان یه ذره حضور ذهن نسبت بهش داشته باشیم. چون که موصوفی به اوصاف جلیل ذاتش امراض بگذر چون خلیل. باز دوباره داره با حسام الدین میگه، میگه ببین تو چون جنس از جنس خداوندیه، جانم از جنس خداوندیه، به خاطر همین از این مرضهای جسمی که به تو وارد شده مثل ابراهیم خلیل میگذری تو، یا بگذر، یا خودتو توی اون گذر ببین. یا حالتهایی داره بهش میگه، اینقدر اینم جزء اون چیزاییه که میتونه پابند این دنیات بکنه، از اینا باید بگذری. حرفم فهمیدنیه؟ حالا جلوتر میریم. گردد آتش بر تو هم برد و سلام، ای عناصر مرمزاجت را غلام. میدونید که ابراهیم رو وقتی که میندازن تو آتیش، دستوری که خداوند بهش میده میگه بردن و سلام، آتیش باید سرد و سلامتی رو نگه داری، که میگن اگه خدا نگفته بود که سلامت باشه ابراهیم یخ میزد. برد یعنی سرد، برد یعنی سرد، سلام هم از سلامت میده. الان هم این اصطلاحو داره مولوی راجبه حالا دوستش استفاده میکنه، که میگه این آتیش این مرض، حالا تب داره هر چی هست که بالاخره چیز خوبی نیست، میگه این برای تو میگذره. و این وسط اگه یادتون باشه صحبت مریضی ها رو اون موقع کردیم، گفتیم همه چی رو از مزاج میدیدن دیگه، میگفتن مزاجت سرده، گرمه، نمیدونم خوب خوردی نخوردی، راست هم میگن همه چی از خوراک میاد. به هر حال این وسط داره میگه اینجا این و تو آخر سر مزاجت هم خوب میشه، یعنی به غلامی خودت در میاد. هر مزاجی را عناصر مایه است، وین مزاجت برتر از هر پایه است. مایه میگه هر مزاجی، مزاج عامه، خلایق چیزشونه، مایه گرفتاریاشونه، ولی تو این وسط تو بالاتر از همه اینایی، یعنی بیسیکی خوب میشی، زیاد نگران نباش. این مزاجت از جهان منبسط وصف وحدت را کنون شد ملتقد. ملتقد بهتون اول بگم یعنی چی؟ یعنی برگیرنده،
یعنی گرفته. میگه مزاج تو مزاج آدم عادی نیست، یه مزاج روحانیه که از جهان منبسط گرفته شده. جالبه، چون خودت آدم روحانی هستی، الان به موقعی رسیدی که مزاج تو هم از همون اون میتونه سرچشمه بگیره، میتونه دستور بگیره، میتونه در کنترلش باشه. و این وسط یک و وصف وحدت را کنون شد ملتقط، یعنی وصف حقیقت واحد خداوند هم تونسته بگیره. چرا اینجا مزاج چیز مهمیه؟ میخوام یعنی ذره نمیخوام هم گم بشیم، میخوام روی این به اندازه کافی تاکید کنیم، نه بیشتر نه کمتر. چرا؟ آره، بالاخره چیز فیزیکیه، یعنی اتفاق فیزیکی که برای بند خدا افتاده. یادم نیست، شما یادت میاد؟ سودا و صفرا و بلغم و دیگه چی؟ خون؟ خون بود؟ درسته؟ بگید آقای اشاره به گردد آتش بر هم بر دو سلام ای عناصر مر مزاجت را غلام. اینجا مزاج اشاره از تعادل عنصرهای که در بدن همه انسان هاشون از خاک آفریده شدن. درسته، 99 تا عنصر داره که الان میگن 101 من نمیدونم اون دو تا آخر شد 117 تا شد. تعادل این ها که به هم بخوره بله 117 تا میگن شد. به سلامت. خب ولی به هر حال منظور این هستش که وقتی تعادل این ها به هم میخوره، مزاج آدم یا صحت آدم چیز میکنه، تغییر میکنه. به تمام این ها تحت تاثیر افکار خود شخصه، ولی تا حتی تدا، نقره، تایتانیوم، اینا همه این ها در وجود انسان هست، منتها مایکرونه. ولی همون مایکرون، شما میتونید که اطلاع دارید، نمیخوام بیش از این صحبت کنم، ولی میتونید که تدا رو، خوردن تدا و نقره رو تجویز میکنن بعضی از حکیمان در قدیم این رو تجویز میکنن. بله. اگر بالانس مزاج کسی به هم میخورد، به خاطر این بود که این عنصرش در اون بدن کم شد. حالا برای این که مایکرونز باشد. خب. مزاج عدم یا تعادل یا عدم تعادل این عنصرها در بدن انسان است. مرسی. حالا از این برم مولوی داره به دوستش میگه خوب میشی دیگه. بله دیگه. بله. اونهایی که اهل اولیا هستن، اگر هم حالشون به هم خورد، به خاطر نزدیکیشون با پروردگار، به خاطر نمازها، دعا و غیره، خودش بالانس رو بر میده. بله. انشاءالله. انشاءالله. خب. بریم جلو یه ذره دیگه ببینیم. ای دریغا. ای دریغا از عرصه افهام خلق. سهنگ آمد ندارد خلق حلق. خب حلق دیگه بیسیکلی اینجا میشه دیگه، یعنی دهان و حلق و اینجا. پس ما یه جورایی داریم یه ذره از این فکر کنم داریم الیویت میکنیم، چون صحبت حلق رو شروع میکنه الان کردن. میگه ای دریغا عرصه افهام خلق. میگه مردم عرصه افهامشون به اون بلندی نیست که همه پیام‌های آسمانی رو بتونن بگیرن. سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق. حلق این که بتونن این پیام‌های آسمانی رو بگیرن و تو خودشون مزه مزه کنن و اینا ندارن. پس ما یه حلق
همین جوری داریم که باهاش میخوریم و صحبت میکنیم، یه حلقه دیگه میخوایم که پیام‌های آسمانی رو بتونیم حذف کنیم طبق گفته ایشون سوفار. ای ضیاء الحق به حزق رای تو حق بخشد سنگ را حلوای تو. میگه اما به خاطر مهارت، حزق یعنی مهارت، به خاطر مهارت تو، به خاطر بزرگی تو، تو میتونی یه دونه سنگو که ما فکر میکنیم این قابلیت حلق داشتن نیست بهش حلق بدی. یعنی چی؟ یه اتفاقی که توی دفتر سوم خواهد افتاد، یه سری داستان‌ها میاد جلو که مولوی شروع میکنه یه اینتراکشن یا نشون میده بین انسان و جمال. ما یه اشاره کوچیکی بهش کردیم وقتی صحبت حرکت جوهری رو کردیم، یه اشاره کوچیکی کردیم راجب یه داستان توی دفتر سوم، یه ذره راجب اینو صحبت کردیم. حالا اتفاقی که میفته اینا شروع میکنن با همدیگه اینتراکت کردن تو دفتر سوم. این اتفاق خواهد افتاد. پس داره میگه چی؟ میگه اگه سنگم یه هوی حلق پیدا کرد، این حلق پیدا کردنش یه عنایتی بوده، به خاطر یک اولیایی اینو خواسته و صلاح دیده. کوه طور اندر تجلی حلق یافت. کوه طور کوهی بود که حضرت موسی رفت اونجا که وحی بشه بهش، درسته؟ حالا ما آیه قرآن داریم که میگه ما این امانت رو خواستیم به زمین یا کوها بسپاریم و نخواستن، یعنی گفتن نمیتونیم. آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه ماشاءالله همه حافظ رو برد. قرعه این فال به نام من دیوانه زد. این دیوانگی انسان بود که وقتی اومدن همه این اسرار رو شروع کردن گفتن به کوه، یه جورای عاقل‌تر از ما بود، حالا نمیدونم بود یا نبود، ولی گفت نمیتونم. ما بودیم که گفتیم ما میتونیم. اینجا اینو میگه کوه طور اندر تجلی حلق یافت. این اتفاقی که برای کوه طور افتاد وقتی که فهم اسرار الهی رو شروع کرد، بهش اومدن اسرار الهی، اونجا بود که کوه طور حلق پیدا کرد. تا که می نوشید و می را بر نتافت. از شراب جمال حق، از شرابی که خداوند داشت بهش میداد که این اسرار حق توش باده، این باشه، این نوشی ولی نتونست تحملش بکنه. خب این حرف دو تا معنی داره. یکی این که کوه اومد گفت من نمیتونم این کار رو انجام بدم. یه معنی دیگه چیه؟ معنیش اینه که ما ایم که داریم معنی ها رو به چیزایی که اتفاق میفته برای ما معنی داریم بهش میدیم، اونا معنی به ما نمیدن. تو دفتر دوم یادتونه، اگه یادتون باشه، یه شعری بود میگفت باده از ما مست شد، نیما از اون. اینو براتون بخونم. میگه باده در جوشش گدای جوش ماست. میگه تو فکر میکنی باده شروع میکنه به جوشش کردن، ما این که بهش این جوشش رو داریم میدیم. ما یعنی اولیا، ما یعنی آدمهایی که تونستن این سر رو بگیرن و به بقیه این چیزهای دنیا شروع کردن معنی دادن. باده در جوشش گدای جوش ماست، چرخ در گردش گدای هوش ماست. اگه این اتفاق داره دور و بر ما میفته، به خاطر این معنی که ما بهش دادیم داره این اتفاق میفته. باده از ما مست شد، نیما از او. قالب از ما هست شد، نیما از او. ما بودیم که این قالب رو تونستیم بکنیمش این انسانی که هست. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که این اسرار رو پذیرفتیم، اومدیم و معنی دادیم به همه این چیزا. حالا
یه مثال خیلی تریویال اگه بزنین، شما شرابو بریزین روی سنگ مست میشه ازش؟ نه. ما بودیم که اومدیم گفتیم به این فیزیولوژی و به این چیز ما میتونیم اینو قبول کنیم و این اتفاق برای ما بیفته. حرف مولوی هم اینجا همینه. یه سری رو اومدن پریزنت کردن به یه آقایی به نام کوه تور. آقام که نه، به کوه تور. گفت نمیخوام. خدا پدرشو بیامرزه. گفت من این قد بزرگه نمیخوام. سارده کن من هون شق الجبل هر رأیتو من جبل رقص الجمل. معنی این اینه، وقتی تجلی خدا رو، تجلی حق رو دید، کوه تور از هم دیگه پاشیده شد. تا حالا دیده ای که کوه همانند شتر به رقص درآید. این معنی این بیته. حالا بیت بعدی راحت تر چیز میکنه، میگه لقمه بخشی آید از هر مرتسب، حلق بخشی کار یزدان است و بس. ببخشید کجاست؟ هر کس به کس، اینجا نوشته مرتسب. لقمه بخشی آید از هر کس به کس، یعنی هر کسی میتونه یه نونی آبی به یه کسی دیگه بده. حلق بخشی توانستن این که بتونی این آب و نون رو بخوری کار یکی دیگه است. خب حق بخشد جسم را و روح را، حق بخشد بحر هر عضو جدا. حالا بامزه اینجاست، هم روح رو میگه حلق داره، هم جسمت داره. نه تنها اونا دارن، همه اعضاء بدنت یه حلق جدا دارن. خنددار اینجاست، ما شنیدیم میگن که یه روزی میشه تمام اعضای بدنت شهادت میدن. اینم اینجاست. میدونم یه چیزی گفتیم ولی میخوام مطمئن بشم، این که میگه هر عضو حق داره، یعنی هر عضو به تنهایی باید این درک رو داشته باشه؟ هر عضو کانشسه، یعنی هوشیاری داره، و اون وقتی هم که خودش صلاح بدونه و بخواد اون کاریو که باید انجام بده، یا اگه گفتاره، اگه کانسامشنه، یا اگه باید چیزی رو در خودش ببره یا این چیزا، این کار رو انجام میده. این رمز سر این که حلق رو استفاده کرده چیه؟ چرا مثلا شما به من بگید؟ شما به من بگید اتفاق. خب به من این قشنگ سوال خیلی قشنگی کرد. شما خودتون چی فکر میکنید؟ سری توش هست. یه چیزی ما داریم به نام زبان. خب یه چیزی دیگه ای داریم راجع به رزق حلال. گفتار ما از اینجاست. رزق حلال که قرار بخوریم از اینجاست. از یه طرفی میتونیم بگیم حالا نفس کشیدن، البته از دماغ و از دهن، آره نه، ولی یک یعنی اینجا ما خیلی، آره اینجا ما خیلی کار داریم، یعنی رگ حیاتی مونه. زبان ما قرار شد راجبش صحبت کردیم دیگه، گفتیم زبان ما میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. یه حرف خوب بزنه دنیا رو میتونه آباد کنه، حرف بد بزنه دنیا رو آتیش میزنه. از اینجا میاد بیرون راه نفر. ببینید یه حالتهایی بخوام، حالا هنوز دفتر سوم حالا کلیش مونده. ببینید تا حالا به ما گفته بود حرف نزنید، گوش کنید. اینجا داره حالا اصلا فیزیولوژی و این فانکشن این ایریا رو داره صحبتشو میکنه، اصلا صحبت گوش رو هنو نکرده اینجا. شاید یه حالتهایی یه اِوِلوشنیه اینجا، اوکی حالا یواش یواش شما میتونین یه سری چیزا رو فهمیدین، اول گوش کن حالا کم کم میتونین قبول. آره دیگه، قرار صحبت این بود که اول همون بشنو، بعد دونستی
صلاح دونستی فکر کردی باید بگی بگی، باید بازم اگه میتونی نگو. این گهی بخشد که اجلالی شوی و از دقا و از دقل خالی شوی. خدا این اسرار اسرار ازلی و اسرار نهانی رو بهت یواش یواش میده که این وسط که بزرگتر بشی، که بتونی الیویت کنی و از دقا و از دقل خالی شوی، که بتونی خودت هم از پلیدی هایی که تو به توه یواش یواش، یعنی یه جورای جایگزین پلیدی های تو اسرار حق میخواد بشه. تا نگویی سر سلطان را بکس، تا نریزی قند را پیش مگس، حواست ولی باشه این دقل و دوز و دقلت ازت بیرون میره به خاطر اینه که یه موقع این سر را رو همینجوری هم جایی نگی، قند و پیش مگس نندازی. بله بازم یعنی تا میتونی این بسته باشه. مگس اینجا یکی از ضعیفترین و بیخاصیتترین حیوانه یا موجوده. میگه یه چیز به این شیرینی به این قشنگی رو سعی نکن بندازی پلوی کسی که خاصیت نداره، قدرش رو نمیدونه. گوش آن کس نوشد اسرار جلال، گوش آن کس نوشد اسرار جلال، کوب چو سوسن صد زبان افتاد اولا. اینجا نوشد یعنی از آن شنیدنه، یعنی میتونی این اسرار خداوندی رو بشنوی. گل سوسن رو اینجا اومده مثال زده، گل سوسن هم میگن یه گلیه که یه عالمه برگ داره ولی حرف نمیزنه و این برگا هم همین جوری برای خودشون، حالا به خاطر اینکه برگ زیاد داره، یعنی زبان داره ولی حرف نمیزنه. آره حرف برای گفتن زیاد داره، زبان داره ولی شکل زبان، شکل زبونه. اوکی داره که عین قلب و زبان. مرسی. ولی خب دور و برش هم مثل اینکه برگ زیاده، به خاطر همین یعنی گفتار کم نیست واسش اگه بخواد بگه، ولی ترجیحاً حرف نمیزنه. حق بخشد خاک را لطف خدا، تا خورد آب و بروید صد گیاه. مثال داره میزنه حالا این راجع به حلق بخشیدن. میگه ببین هر کسی به اندازه میگیره، مثلا خاک به لطف خداوندی حلق میگیره که بتونه گیاه رو رشد بده از خودش. خب باز خاکی را ببخشد حلق و لب، تا گیاهش را خورد اندر طلب. اینجا خاک گیاه رو میرویاند. خب بعد یه حیوانی میاد این گیاه رو میخوره. مرسی. باز خاکی را ببخشد حلق و لب، تا گیاهش را خورد اندر طلب. یک حیوانی اگه دوست داشته باشه میاد و اون گیاه رو میخوره با حلق خودش. چون گیاهش خورد حیوان گشت زفت، گشت حیوان لقمه انسان رو رفت. یه جورایی اکوسیستم رو داره توضیح میده، درسته؟ یعنی این وسط یه خاکیه، بعد گیاهی ازش بیرون میاد، گیاه و یه حیوان میخوره، حیوان و انسان میخوره، بعد چی میشه؟ باز خاک آمد شد از کال بشر، چون جدا شد از بشر روح و بصر. آدم هم وقتی میبیره دوباره بر میگرده اونجا، دوباره زمین آدمو پس میگیره. پس همه اینا یه چیزی که با هم دیگه مشترک دارن، به قول حالا صحبت حلق داریم میکنیم، there is a way for تمام این قسمت‌های مختلف این اکوسیستم که با هم دیگه ارتباط داشته باشن، با هم دیگه هم از هم دیگه هم فید بکنن و اون
چیزی رو که حالا ایشون به اسمش رو داره حلق میذاره در حال کاره، کار میکنه. ذره ها دیدم دهانشان جمله باز، گر بگویم خوردشان گردد دراز. میگه ببین اینو من خیلی کلی واسهتون یه اکوسیستم خیلی کلی گفتم، اگه بیشتر از این من بخوام بگم که داستان دراز میشه. برگ ها را برگ از انعام او، دایگان را دایه لطف عام او. میگه ببین درخت خداوندی از بخشش و دادن خداوند این برگ ها حیات دارن، زندن. و دایگان را دایه لطف عام او، میگه همه چیزام که زنده هستن لطف خداست. رزها را رزها او میدهد، زان که گندم بی غذایی چون زهد. زهد یعنی رشد کردن. میگه ببین همه چی مال اونه. اگه گندم هم بخواد رشد بکنه، اگه غذا نداشته باشه چجوری میتونه رشد کنه؟ بالاخره خدا یه حلقی براش درست کرده که بتونه از اون غذا رو برا خودش به دست بیاره. نیست شرح این سخن را منتها، پاره ای گفتم بدانی پاره ها. ببین بازم میگه بیشتر از این من دیگه نمیخوام حالا راجع به اینم حرف بزنم، فقط یه تیکه رو بهتون گفتم به خاطر اینکه میخوام همین تیکه رو فقط گرفته باشین. جمله عالم آکل و معکول دان، باقیان را مقبل و مقبول دان. ببین میگه جمله تمام دنیا رو خورنده و اونی که خورده میشه بدون. باقیان را مقبل و مقبول دان. یه سریا ولی هستن که اینا دیگه پذیرفته شدن، اونایی که به درگاه حق پذیرفته شدن آکل و معقول دیگه نیستن. دو دسته پس همه رو کرده، یه دستش اینا، یه دستش حالا نمیتونم ببخشید اینو من پاک میکنم، اینا. اینا آکل و معقول هم. اینا مقبل و مقبول میفتن. این جهان و ساکنانش منتشر، وان جهان و ساکنانش مستمر. سالکانش مستمر. مرسی ببخشید. اینجا منتشر یعنی از هم وازن، از هم دیگه گسیختن. میگه این جهان و آدماش رو اینجوری نگاه کن که هر کسی باز خودشه. و اون جهان همه، اون جهان، حالا اون جهان رو ما هنوز راست شو بخواییم نمیدونیم چیه. یه جهان دیگر رو صحبت شو داره میکنه. دلیلی که میگم آن جهان، چون بتونم بهتر توضیح بدم، اگه صحبت آخرت رو داشت میکرد اینجا رو اکسپلیسیتلی صحبت آخرت میکرد. داره میگه جای دیگه هست که اونجا ساکنانش با هم دیگه مستمرن، ثابتن، همشون ثبات دارن. میتونی جهان مادی و معنوی باشه، میتونی جهان آشکار و پنهان باشه. فقط اینکه این جهان و آن جهان داره میکنه، فقط نسبت به اینه که میخواد این دوتا ساکنانش رو تمیز بده از هم دیگه. این جهان و عاشقانش منقطع، اهل آن عالم مخلد مجتمع. مخلد اینجا میشه جاودان. میگه اینجا همشون از هم دیگه باز بریدن، اون جهان
همشون با همدیگه یکی هست. پس یه جوری این جهان وادی طلب میشه، به اون جهان که میرسی دیگه شما واصل شدی، دیگه وقتی وصل شدی به اون کل اونجا هستی. پس کریم آن است کو خود را دهد آب حیوانی که ماند تا ابد. یادتونه رو صحبت آب حیوانی کردیم، داستان اخیر دفتر دوم بود که یه بابایی رفته بود دنبال یه درختی میگشت که میوهش قرار بود عمر جاودان بده دیگه، یه حالتی آب حیوانی به ما بده که این وسط دیگه تا ابد زندگی کنه. بعد صحبت سر این شد که این علمه و اون دانش درونیه که میتونی که میوه این درخته و کوچکتری میوه این درخت اون عمر ابدی ازلیه. اینم جان من فکر میکنم این آب حیوان همون آب حیوانیه که اسکندر رفته دنبالش و خضر رفته و درسته این اون آب حیوانی که اگر کسی بخوره جاودان میشه تا ابد نمیمیره. درسته اون داستان هم هست. من دارم داستانی رو میگم راجع به اون که اگه یادتون باشه طرف برمیگرده کلیله و دمنه رو برمیگرده میاره، اونم دنبال یه همچین باشه. اونم میشه. مرسی. پس کریم آن از کو خود را دهد آب حیوانی که ماند تا ابد. میگه آدم بخشنده کسیه که کام خودشو به خودش بتونه این آب حیوانی رو بده تا بتونه بقا و جاودانگی خودشو به دست بیاره. خب یعنی چی؟ یعنی کریم آن است که خود را دهد. یعنی پس اگه من بخشندم من باید به خودم یه همچین چیزی رو بدم که من بتونم همیشه بمونم. این میک سنس میکنه نمیکنه؟ یادتونم باشه این اول این معمولا اینجا کلی رمز و راز میگه تا اینکه یه دفتر استفاده کنه تا اینا رو باز کنه یکی یکی. اشاره میکنه به این جهان، میگه ساکنان این جهان. آها. آیا اشاره میکنه به اون جهان، میگن میگه سالکان. آها. بین ساکن و سالک این تفاوت است که سالک همیشه در راهی قدم میذاره که برسه به حق. مرسی. حالا اینجا کریمان، اینجا کیان؟ همون سالکانه. سالکانه. پس شما میگین پس انبیا و اولیا میتونن کریمان باشن؟ باقیات و صالحات. بله. باقیات و صالحات آمد کریم، رسته از صد آفت و اخطار و بیم. راست میگین. ولی میخوام این وسط روی کریمان یه کمی میخواستم. اون یه کریم به حقیقت میگه اون کریم اون کسی که بتونه باقیات و صالحات داشته باشه. حالا باقیات و صالحات رو چی تعریف بکنیم و اینها مسئله دیگه ای. میگه اون کریم کسی هست که خود را دهد آب و حیوان. آب و حیوان در حقیقت باقیات و صالحاته. یعنی تو این دنیا شما باید چجوری میشه باقیات و صالحات باشه؟ صالحات داشته باشی تا بتونید همیشه جاوید بمونید. یعنی نامتون جاوید بمونه. سعدی میگه سعدی آمده نکونام را میگه ترک اسم مردان از که نامش به نکونی نبرن. نکونامی از باقیات و صالحاته. مدرسه ای بسازه، بیمارستانی بسازه، یتیم‌خونه‌ای داشته باشه، مسجدی داشته باشه، حاول کمک بکنه، راهی بسازه، چون می‌دونم اینا میشه باقیات و صالحات. فرزند خوب داشته باشه. خب باقیات و صالحات رو باش. اوکی، کریمان رو من دنبالشونم. کریم کسی میشه که بتونه باقیات و صالحات داشته باشه. کریم در لفظ لغوی میشه بخشنده. خود داره به خودش میبخشه. خب پس چه جور بخششی داره میکنه؟ بخششی که داره به روح خودش میکنه. خب با این اعمال داره به روح خودش این بخشش رو میکنه با داشتن باقیات و صالحات. ممکنه کریم در
در رابطه با دیگران هم باشه به عنوان بخشنده، ولی در حقیقت اون بخش بخشندگی ها هم جز باقی اتصالات بتونه باشه. پس بفهم فکر میکنم کسی که من رو از بین ببره. خب یعنی چی؟ یعنی دیگه منی وجود نداشته باشه، بخشی از ما باشه، بخشی از الله باشه، به اونجا برسه. اوکی، پس کریم کسیه که بخشندگی داره و بخشندگیش همش outwards inwards نیست. نه داشت. اوکی خب جان، من به نظرم یکی ما اینکه ما فکر میکنیم کریم یعنی بخشنده، کسی که به دیگران میده، اول باید به خودش اون آب حیات رو بده که اگه بده این تا ابد موندگار جاویدانه. این آدم، این آدم میشه منبع بخشش. پس شما میگین کریم بودن یه پری ریکوزیت میخواد. اول به خودت بده، خودت بزرگ بشی، پر بشی که بعد بتونی به بقیه بدی. من اینجور خیلی حرفاتون همه خوب بود. دلیلی که دارم یه ذره امفسایز میکنم و شما هم هفته پیشتون باشه به من گفتید یه بیتیو از اون خلاصه دفتر دوم من جا گذاشتم، اون بود که تو مگو ما را به آن شهر راه نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. حالا این کریمان کیان؟ یه سری حرف راجع به کریمان ما زدیم. دلیلی که دارم، یعنی همه حرفاتون درسته، ببخشید، یعنی این وسط خدای نکرده نفی هیچ کدوم اینا رو من نمی‌کنم، من فقط میخوام ما کریمان رو بفهمیم واقعا اینا، چون همه این کارا رو دارن میکنن کریمان. میخوام بنام از دفتر دوم، حالا که این بیتو من گفتم، چیز دیگه یادتون میاد از کریمان؟ بیت دیگه بود که مثل هفته پیش خدمتتون عرض کردم، یادم نمیاد. بیتی بود که توی اون داستانی که طرف گاوش گم شده بود داشت دنبالش میرفت، اونها صحبتی کرد از انسانهایی که بعد به حال به این نقطه بالا میرسن. گفت اولا چند بیت بعدش راجع به لقمه حلال یا داستان دیگه راجع به لقمه حلال صحبت کرد، از ایثار صحبت کرد، از جود صحبت کرد و از یه چیز دیگه. این بیت به نظر من به اصطلاح راهکارهای عملی رسیدن به اون رتبه های بالا رو داشت صحبت میکرد. اینکه لقمه شما باید حلال باشه، یکی باید ایثار بکنید، یکی باید جود داشته باشید و یه چیز دیگه که یادم نمیاد. یه کمک دیگه بکنم. توی دیوان کبیر یه بیتی داره، یه غزلی داره که همتون هم اینو شنیدید، میگه بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا یک دم ز یک دیگر نمانیم. تو اون غزل یه حرفی میزنه، میگه کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. یه صفت دیگه کریمانو اینجا میگه، میگه اینا کسایی هستند که جون میدن برای اون، برای دوستشون، برای اون چیزیو که بهش عاشقن، میخوانش، جون میدن براش، همه کار میکنن واسش. البته اونجا میگه سگی بگذار، میگه چرا ماها با هم دیگه درنده ایم، ما هم مردمانیم، بیا با هم دیگه یکی بشیم، حداقل بیاییم با هم دیگه مهر و الفت داشته باشیم. این البته اینجا فکر کنم اشاره میکنه کریمان جان فدای دوست کردن، یعنی ها نقطه عظمی است که اشاره، یعنی کریم جانشو فدای اون معبدی مبدعی میکنه که بخواد بهش برسه. آره آها ببین درست میگی، کریم فکر کنم همین دوزه همین، یعنی کسایی که انبیا و واصلین هستن همین صفاتی دارن. ببینی این کریمان یه جور دیگه، یه داستان دیگه بود تو دفتر دوم راجبه یه طرفی که یه بابای خرسی افتاده بود به جونش، داشت اینو میکشت، اینم رفتش و خرسه رو اپا در رو برد یا اونو نجاتش داد. اینم داستان یادتون هست یا نه؟
میگه اژدهای خرس را در میکشید، شیرمردی رفت و فریادش رسید. یه شیرمردی رفت و اینو نجاتش داد. بعد میگه شیرمردانن در عالم مدد، از زمان آن زمان کفان مظلومان رسد. اینا دوباره اینم یه صفت دیگه این کریمانه، شیرمرد. اینا میان و کمک میکنن. وقتی صدای کسی رو بشنوند، اون چیزی رو که دارن میذارن. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند. درسته که اینا میخوام یعنی حالتی بهتون بگم، واصل شدن این آدم ها. کریمان کسایی هستند که واصل شدن و اینجا الان دارن کار میکنن. انسان‌های کامل هستن و اینا الان دارن به دوروبرشون میرسن و این بخشش رو دارن میکنن. این کریم بودنشون رو دارن یواش یواش به همه نشون میدن و کریم بودنشون هم هیچ عوضی ازش نمیخوان. آن ستون‌های خلل‌های جهان، آن طبیبان مرض‌های نهان، محض مهر و داوری و رحمتند. این کریمانه. محض مهر و داوری و رحمتند. همچو حق بی علت و بی رشوتند. نه رشوه میخوان، نه مزدی میخوان، نه علتی میخوان. کار خودشون رو میکنه. این معنی کریمانه. من دوست دارم این برامون جا بیفته. همه حرفایی که زدیم درست بود. اینم روش شکمی. یعنی این فرمایش کریم مثال زنده میتونه در جامعه داشته باشه. 100%. 100%. یعنی کسی که بدونه، یعنی یکی از نشونه‌هاش اینه دیگه، بدون علت و بدون رشوه، بدون دستمزد، بدون اون چیزی که بخوام بهش برگردونن کار میکنه. محض مهر و داوری و رحمتند، همچو حق بی علت و بی رشوتند. حالا اینجا هم صحبتشون رو حالا داره میکنه. گر هزارانند یک کس بیش نیست، چون خیالات عدد اندیش نیست. اینا اگه هزارم باشن عین یه نفرن. یعنی چی؟ یعنی اینا با همدیگه همدلن. این کریمان همدیگه رو خوب میشناسن، جدایی بینشون نیست. میتونه تنهاشون هزارها باشه ولی انگاری که یه روح توشونه. چون خیالات عدد اندیش نیست. و این وسط ماها فکرامون عدد اندیشیه. میگه ببین به فکر عدد اندیشی نمیتونید اینا رو بفهمید. یادتون باشه پس یه نشونه ای ما داریم از این کریمان میگیریم. یادتونه میگفتیم انبیا کیان؟ یکی از نشونیاشون اینه. آکل و معکول را حلق است و نای، غالب و مغلوب را عقل است و رای. کسی که میخوره و خورده میشه یه حلق و یه گلوی یه چیزی داره. غالب و مغلوبم خرد و اندیشه داره. حلق بخشید و عصای عدل را، خورد آن چندان عصا و حبل. صحبت حضرت موسی رو میکنه دیگه، درسته؟ میگه حلق بخشید اون عصای عدل. عصای عدل اینجا این عصایی بود که از موسی دستش بود و عصاهای دیگر رو خورد. درست میگم مار شد و اژدها شد و اون عصاها رو بالاخره خوردش. خورد آن چندان عصا و حبل رو، ریسمان و عصا هرچی بودن اینا رو چیز. اگر دوست دارین آیه قرآنیش هم بدونین، سوره شعرا آیه 45.
وندرو افزون نشد زان جمله اکل، زان که حیوانی نبودش اکل و شکل. میگه این عصا اگه برداشته این چیزای دیگر رو خورده، چاقتر نشد، گنده تر نشد. هر چی آدم میخوره و بالاخره منبسط میشه دیگه. حالا منم اینجا وایستادم، بالاخره آدم بزرگتر میشه. میگه این عصا وقتی که خورد گنده تر نشد، چون شکل نبود، چیزی نبود که بتونی اینجور با شکل و فکر و خیالاتمون ما این رو بفهمیم. مریقین را چون عصا هم حلق داد، تا بخوردو هر خیالی را که زاد. میگه ببین به این عصا هم یه حلقی خدا داده که بتونه هر خیال بدی هم که به وجود میاد بتونه از بین ببره. چی گفتم من؟ معذرت میخوام، مرسی. من یقین را چون عصا هم حلق داد، بله یقین، و اون وقتی که اطمینان قلبی داری اونم میشه مثل این که یه عصای حلق داشته باشه که بتونه اطمینان بیشتری به ما بده. وقتی خیلی یقین داری دیگه بقیه چیزا رو مثل همون میخوره نمیذاره بیاد. درسته. پس معانی را چو اعیان حلق هاست، رازق حلق معانی هم خداست. پس عالم معنی یعنی اون چیزی که پشت عالم صورته، عالم معنی هم یه سری، حالا میگه حلق داره، یعنی این که اونم یه کانشسنسی داره. رازق حلق معانی هم خداست. اون رازق، اون چیزی هم که اون روزی و اون روزی هم که اون عالم میگیره از خداوند میگیره. چیزی که میبینیم ما، پس معانی را چو اعیان حلق هاست، یعنی اون عالم معنی با عالم اعیان، عالم اعیان که آردی ما گفتیم حلق داره، عالم معنی هم همینطوره. پس ز مه تا ماهی هیچ از خلق نیست، که به جذب مایه او را حلق نیست. یه جورایی داره میگه ببین از آسمون تا زمین، یا از ماه تا ماهی، هیچ موجودی نیست که دهان نداشته باشه. دارم میگم این برنامه این دفتر سومو داره میذاره، صحبت میکنه راجع به این مسئله. ببینید صحبت اینه که هیچ موجودی نیست که دهان و حلق نداشته باشه. دنیا چیه؟ بله. پس مه تا ماهی، هیچ از خلق نیست، که به جذب مایه او را حلق نیست. دوباره همون اون بیت بالاست بیسیکلی، که از زمین تا آسمون این اتفاق همه کانشسن. من میخوام این لغت رو بیشتر استفاده کنیم حالا راجع به دفتر سوم. آگاهن، مرسی. آگاهی دارن، میفهمن. حلق جان از فکر تن خالی شود، آنگهان روزیش اجلالی شود. وقتی میگه حلق جان یعنی این تن ما، وقتی که از وسوسه فکر تن، از اون وسوسه دنیایی ما خالی بشه، آنگهان روزیش اجلالی شود.
ما میتونیم به روزی آسمونی برسیم، به روزی برتری برسیم. شرط تبدیل مزاج آمد بدان. پس ببین اگه میخوای اون کار رو بکنی، یکی از کاراش اینه که باید مزاجت رو این وسط، حالا مزاج صحبت سر اینه که بعد بتونی خودتو تسکیه نفس که میگن، خودتو بتونی از تعلقاتت ببری. شرط تبدیل مزاج آمد بدان، که از مزاج بد بود مرگ بدان. مزاج بده که مرگ میاره یا باقیات و صالحات نمیذاره واسمون باشه، درسته؟ پس ما گفتیم اگه قراره که آب حیوان هر کسی بتونه به اون برسه و برای خودش چیز ابدی ازلی بذاره، اینجا مرگ بدانم داره صحبتشو میکنه. خب چون مزاج آدمی گل خار شد، زرد و بد رنگ و سقیم و خار شد. سقیم میشه بیمار. اون موقع ها حالا آقای زاوش هم توضیحی دادن راجبش، یک اتفاقی که میافتاده اگه بالانس آدمو زیاد به هم میخورده، یه سری خاک به خصوصی بهشون مثلا میدادن، گفتن اینو بخور، یا تربت مثلا چی حالا چطور شنیدیم هم البته، فقط اونو میگفتن که بالانستون به جاش برسه. بعضیا فراتر از این میرفتن، مثل میمونه که مثلا این روزا مثلا یکی عادت داره که مثلا کدئین بخوره، درسته؟ مثلا داروخانه ها میرن روی میگن بنویس مثلا هرچی دیگه هست و نمیدونم. به هر حال اون موقع هم مثل اینکه اعتیاد به گلخاری هایی پیدا میکردن. میگه پس اگه یه موقع مزاج آدم گلخار میشه، همیشه پس با اون زردرنگی یا اصلا حال و احوال بدی برات به وجود میاد. گلخاری، بله. بله. خب دیگه به سلامتی. آنمیه. آنمیه. خاک خوری و پیکا داره. خانمای حامله هم نیاز به آهنشون میره بالا. واو. الان اگه کسی مثلا خاک یا یخ بخوره ممکنه آنمی داشته باشه. بسیار خب، پس دیگه این پس معنی زمینی حسابی پیدا کرد. ولی اینجا گلخاری هم حالا بهتون بگم معنیش، معنی اینه که اون کسی که گلخاره همش هی دنبال حرص و طمع زمینیه، البته اینو داره میگه. ولی گلخاری اون مثالش هم مستاقش هم هست. خب چون مزاج زشت او تبدیل یافت، رفت زشتی از رخش چون شمع تافت. وقتی تونست مزاجشو عوض کنه و تبدیل کنه و دیگه گلخاری نکنه، رفت زشتی از رخش چون شمع تافت. زشتی از رخش میره و شروع میکنه دوباره تجلی داشتن، میتونه جلا داشته باشه. دایه‌ای کو طفل شیرآموز را تا به نعمت خوش کند پدفوز را. پدفوز یعنی نوزاد. دوباره میگه یه دایه‌ای میخوام، یه نگهدارنده‌ای میخوام که نگهدارنده حقیقی روح و روان باشه، که یه طفل شیرآموز، یه طفلی که تازه شروع کرده به شیر خوردن و بتونه بگیرش و با این معانی آسمانی و معانی عرفانی اینو نزدیکش کنه. کجاست یه همچین چیزی رو اگه من دنبالش بخوام بگردم؟ گر ببیند راه آن پستان برو، برگشاید راه صد بستان برو. اگه یه همچین چیزی پیدا بشه و بتونه یه همچین تغذیه‌ای برسه، صد هزاران بستان برش باز میشه. فکر کنم اینجا گر ببندد درست‌تر باشه.
من گفتم ببیند اشتباه کندم. گر ببندد راه آن پستان برو، برگشاید راه صد بستان برو. یعنی صحبت اینه که اگه چیز دنیوی رو بهش ببنده، معنوی رو میتونه براش باز کنه و صد هزاران باغ و بستان هم براش، اگه دایه دایه آسمانی باشه. البته آره دیگه، اگه دایه آسمانی دنبال دایه آسمانی میگرده، میگه کجاست این دایه آسمانی که بتونی همچین کاری رو بکنی. زان که پستان شد حجاب آن ضعیف، از هزاران نعمت و خان و رقیف. رقیف میشه نون، قرص نان. درست میگه دیگه، میگه اگر این بچه از شیر بگیری یا تازه باز میشه به تمام خوراک ها و غذاهای دیگه که میتونه بخوره. وقتش نشد، ولی هیچ چیز وقتش نشد باشه میمیره. پس ببینم یه مسیج دیگه. خب سخت کنم وقتت شد از شیر باید بگیرن. آره دیگه، به جای شیر چیزی بگیری خوشیر. قبلش هم گفته. آره، چون مزاج زشت او تبدیل یافت، رفت زشتی از... ببخشید من دوباره برگشتم. پس حیات ماست موقوف فتام، اندک اندک جهد کن تمل کلام. پس میگه حیات ما به این بستگی داره که ما بتونیم از این زندگی حیوانی خودمونو کم کم برهانیم. پس میگه یواش یواش، حالا تا حالا شروع کردی، یه کمی راجع به این جریان شروع کن بیشتر تقلا کردن، بیشتر کوشش کنی. میگه حرف آخرم همینه. فتام از شیر باز گرفتنه. بر چون جنین بود آدمی، بود خون قضا، از نجس پاکی برد مؤمن قضا. داره مثال میزنه. حالا میگه ببینید حواستون باشه، ما هممون جنین بودیم یه موقعی، اون موقع هم غذامون خون بوده، که خون در دنیای درون شکم مادر غذاست، بیرونش نجسه. خب این وسط میگه ما یه همچون زندگی داشتیم، از فتام خون غذایش شیر شد، و از فتام شیر لقمه گیر شد. وقتی خون رو ازش گرفتن غذا شد شیر، وقتی شیر رو ازش گرفتن غذا شد چلو کباب. یه جای دیگه میگه تاجه نیمی کار اونا شامی است. بله، مرسی. صحبت سر اینه که همون جوری که یه بچه باید بالاخره یه آدمی، یه آدم عاقلی میاد و این بچه رو اول اینکه میزاونه، بعدش هم شیر بهش میده، بعد شیر رو میگیره، دندون در میاره، غذا بهش میده. میگه ما هم همینیم. حالا ما چقدر حاضر باشیم باور کنیم یا قبولش کنیم با خودمونه. و از فتام لقمه لقمانی شود، طالب اشکار پنهانی شود. میگه آها، وقتی که لقمه خورد، حالا اگه لقمه رو ازش گرفتن تونست پرهیز کنه، پرهیز کردن هم صحبت از پرهیز از شهوت ها و تعلقات دنیاییه، وقت میتونه لقمانی بشه. لقمانو به منزله خرد، آدم خردمند اینجا حساب میکنه. میگه میتونه به اون برسه، طالب اشکار پنهانی شود و شروع میکنه اسرار پنهانی رو بهشون پی بردن. گر جنین را کس بگفتی در رحم، هست بیرون عالمی بس منتظم، یک زمین خرمی با عرض و طول، اندر او صد نعمت و چندین اکول، کوها و برها و دشتها، بوستان ها، باغ ها و کشت ها،
آسمانی بس بلند و پرزیا، آفتاب و ماهتاب و صد سها، از جنوب و از شمال و از دبور، باغها دارد عروسی ها و سور. اگه بچه که توی رحم مادر این حرفا رو بهش بزنی هیچ کدومش رو باور نمیکنه. در صفت ناید عجایب های آن، تو در این ظلمت چه ای در امتحان؟ اون اصلا توی یه جاییه که نمیبینه، نمیتونه درکش بکنه. حالا تو هی بشین بهش بگو. حالا جالب اینجاست، ماها اومدیم و داره این اینجا داره به ما اینا رو میگه که ببین یه خبر دیگه هم هست. یه ذره دیگه ما رشد کردیم، حالا میگه ببین اونجا وقتی که بهت میگفتن قبول نمیکردی قبول، حالا اینجا اگه من دارم بهت میگم حداقل بهش فکر کن. در صفت ناید عجایب های آن، تو در این ظلمت چه ای در امتحان؟ میگه چرا اینجا الانه تو این ظلمت خودت حالا نشستی؟ خون خوری در چار میخ تنگنا، در میان حبس و اجناس و انا. خب پس من اینجا ورژن من فرق میکنه، در اینجا نوشته در میان حبس و چند حبس معنی نمیده. حبس شکم مادر حبسه، در میان حبس و انجاس و انا. انجاس هم میشه جمع نجسات، نجاست. انا هم یعنی ناپاکی، رنج. ببخشید، سختی و رنج. او به حکم حال خود منکر بودی، زین رسالت معرض و کافر شد. میگه او کسی خبر نداره، حال خودش هم حتی منکره، این حرفی هم که تو بهش بزنی باور نمی. میگه خبری هست بالاخره، حالا یه دفعه ما انکار کردیم، میگه دیگه انکار نکن. که این محال است و فریب است و غرور، زان که تصویری ندارد وهم کور. میگه این چیزایی که تو داری میگی همش محاله و دروغه، به خاطر اینکه من نمیبینم. آردی هم اومده گفته بابا وقتی بینش نداری نمیتونی ببینی. جنس چیزی چون ندید ادراک او، نشنود ادراک منکرناک او. وقتی که یه چیزی رو فکرش نتونست ببینه، این وسط اون ادراکی که حالا حتی اینجا منکرناک و چیزیه که زیاد نمیتونی براش توضیح بدی، یه اونم نمیتونه بفهمه. صحبت این الانه همش راجع به صحبت این کریمان یا اولیاست که اینا میتونن این حرفا رو بزنن و ما با فکرمون و با اون تجربه زمینیمون همه اینا رو سعی میکنیم رد کنیم. همچنان که خلق آمن در جهان، زان جهان ابدال میگویندشان. این وسط بیه که ببین آدمای که تو این جهان عامی هستند، اولیا ممکنه راجع به اون جهان باهاشون حرف بزنن و اونا هم نمیفهمن که این جهان چاهیست بس تاریک و ترگ، هست بیرون عالمی بیبو و رنگ. هیچ در گوش کسی زیشان نرفت، که این طمع آمد حجاب ژرف و زفت. اینا نمیتونه این رو باورش کنن به خاطر اینکه بازم they don't have the right tools، اسباب درست رو ندارن که بتونن اینا رو بفهم. گوش را بنده طمع از است
از استماع، چشم را بندد غرض از اطلاع. گوششون رو میبندن از اینکه بشنوند حرفای اولیا رو. یادتونه انسان کامل باید بتونه خوب بشنوه. چشمشون رو میبندن چون نمیخوان ببینن از اون چیزی که اینا دارن بهشون میخوان نشون بدن، میخوان مطلعشون کنن. چیز دیگه میگه، یه مدار عمیق‌تر میگه، میگه طمع گوش انسان رو میبنده و غرض داشتن، طمع و آزمندیشون به دنیای زمینی همچین کاری رو میکنه. مرسی، ممنون. بله، همچنان که آن جنین را طمع خون کان غذای اوست در اوطان دون، از حدیث این جهان محجوب کرد، غیر خون او می نداند چاشت خم. میگه مثل یه بچه که این وسط، اینم اون موقع که داره خون رو میخوره، این وسط حدیث این جهان حاضر نبود بپذیره و قبول بکنه و خوراکش فقط خون بود. بیشتر از اونم نمیخواست، نه حاضر بود بپذیره. اولین داستان راجع به قصه خورندگان بچه پیل از هرس بود، هر که نصیحت ناصح. داستان راجع به یه سری آدمه که اینا میرن مسافرتی و اینجا اینا یکی میاد بهشون میگه حواستون باشه بچه فیلا رو نخورید. آن شنیدی تو که در هندوستان دید دانایی گروهی دوستان، گرسنه مانده شده بی برگ و آور، میرسیدن در سفر از راه دور. یه عده آدم بنده خداها رسیده بودن هندوستان. هندوستان همیشه مثالی که میزنن راه دور، همیشه میگفتن هندوستان، حالا به دلایلی. یه اونجا گرسنه بودن و چیزی هم نداشتن و زیادی هم چیزی نداشتن حتی برای پوشش خودشون. مهدانایش جوشید و بگفت خوش سلامتشان و چون گلبن شکفت، گفت دانم که از تجوع و از خلا جمع آمد رنجتان زین کربلا. یه بابایی که مهربون بود، آدم فاضلی بود، آدم باخردی بود، به اینا میگه که میدونم که الانه گرسنه این و معدتونم خالیه. تجوع یعنی گرسنگی، خلام یعنی معده وقتی خالی میشه. میگه اینجا حالت کربلا مثال مثلا یه سرزمینی که رنج بردین توش یا رنج دارید میبرید. میگه اینجا هم شده واسه تون اینا کربلا. لیک الله 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 ای قوم جلیل، تا نباشد خردتان فرزند پیر. میگه به خدا قسمتون میدم هر کاری میخواییم بکنیم بکنیم، بچه فیل نخوریم. پیل هست این سو که اکنون میروید، پیلزاده مشکنید و بشنوید. اینجا میگه ببین این طرف که دارید میرید، بعد فیلا این وران، حواستون باشه دنبال پیرزاده نرید، دنبال بچه فیل نرید، شکار نکنید بچه پیلو. پیل بچه گانند اندر راهتان، سید ایشان هست بس دلخواهتان. میگه تو راه شما ها یه سری بچه پیل هستن، بچه فیل اینجا هست، شما میدونم میخواین اینا رو شکارشون بکنید. بس ضعیفند و لطیف و بس سمیم، لیک مادر هست طالب در کمی. میگه اینا خیلی ضعیفن، خیلی لطیفن و خیلی هم سمین، یعنی همچنین خیلی چاق و چله و فربه هم هستن. میگه ولی حواستون باشه اینا مادرشون خیلی حواسش به اینا هست. بچه فیلا کیا؟ بلند بود؟ انبیا. آها. چرا اینو گفتین شما؟ چون میگه که مادرشون مراقبشون. آفرین. خدا حواسش به اینا هست. بچه فیله مادرش حواسش بهش هست.
داستان داستان بچه فیله ولی معنی معنی دیگه است. مرسی. بله. آه ببخش. بس ضعیفند و لطیف و بس سمین، لیک مادر هست طالب در کمین. از پی فرزند صد فرسنگ، راه او بگردد در هنین و آه آه. این دنبال بچهش صد فرسنگ میره، همونطور که گفتن خدا حواسش به اینا هست. آتش و دود آید از خرطوم او، الحذر زان کودک مرحوم او. میگه ببین عصبانی میشه بالاخره. آتش و دود معمولا اژدهاست، آتش و دود از زبون و دهنش میاد. میگه این دفعه این عینن اژدها از خرطومش دود میاد بیرون. این عصبانی بشه خلاصه دمار از روزگارتون در میاد. اولیا اطفال حقند ای پسر، در حضور و غیبت غیبتیشان با خبر. اشکال نداره ولی خوب گفتم. خوب گفتم. اولیا اطفال حقند ای پسر، در حضور و غیبتیشان با خبر. اینا حواسشون هست ولی اینا بچه های حق هن. بچه نه این که به حالت حالا نعوذ بالله خدا بچه داره، ولی صحبت سر اون عشق و علاقه که داره میخواد بگه چجوری مادر بچهشو میخواد. خدا هم اینا رو اینطوری میخواد، حواسش به اینا هست. غایبی مندیش، غایبی مندیش از نقصانشان، کو کشد کین از برای جانشان. میگه ببین فکر نکن نیست کسی دور و ورشون، اینا تنهان. برای جون اینا این ور میداره، یعنی کشد کین یعنی این که حاضره به جنگ بره واسه شون. گفت اطفال منند این اولیا، در غریبی فرد از کار و کیا. اینو خدا میگه، اینا بچه های منه. یه سوره، یه حدیثیه که میگه، معنیشو میگم، مردم جملگی خانوار حقن، محبوبترین آنها کسیست که برای خانوار او سودمندتر باشد. اینا ذکر کردن از حدیث، از نمیدونم نگفته از کیه ولی اینجا آوردنشو. گفت اطفال من اندین اولیا، در غریبی فرد از کار و کیا. اینا از شکوه و جلال خدا، از شکوه و جلال دنیا دورن و به شکوه و جلال خدا پیوستن. از برای امتحان خار و یتیم، لیک اندر سر منم یار و ندیم. اینا امتحانهای خداوندی دارن میدن و ماها نمیدونیم. از برای امتحان خار و یتیم، لیک اندر سر منم یار و ندیم. اینا دارن همینطوری، من امتحانهایی که بهشون میدم اینا دارن they're constantly working with it، ولی من کسی هم که آخر سر دوستشون و یارشون منم. پشتدار جمله اسمتهای من، گویی یا هستند خود اجزای من. پشتیبانشون همش خواسته و خوبیا و اون خصلت‌های خوب منه. اینا انگاری که اصلا جزئی از من هستن. هان و هان این دلق پوشان منند، صد هزارند در هزار و یک تنند.
مولوی توی مقدمه هم اینو گفت که اینا میتونن صد هزاران باشن این کریمان، ولی یه روحن آخر سر. اینجا هم همین رو داره میگه، میگه این دلق پوشان مال من هست. دلق پوشان یادتونه قصه ابراهیمی از هم که دلق پوش بود، نشسته بود بغل دریا، داشت دلقش هم میدوخت که یکی از یاراش میرسه و میشناستش و سوزن رو میندازه توی آب. یادتون افتاد؟ از توی دریا ماهی از سنجاق طلا براش بمردن. میگه این دلق پوشان، هان هان این دلق پوشان منن، صد هزارن در هزار و یک تن. و نه کی کردی به یک چوبی هنر، موسی فرعون رازی رو زبر. میگه چجوری میتونست موسی یه همچین کاری رو بکنه اگه من پشتش نبودم. و نه کی کردی به یک نفرین بد، نوح شرق و غرب را غرقاب خد. اگه نوح تونست شرق و غرب رو غرق کنه توی آب، نفرین از اون بود. نفرین هم سر این که اینا آزرده شدن، بچه های من رو اذیت کردی که من اون کارو کردم. حرفش اینه. بر نکندی یک دعای لوتراد، جمله شهرستانشان را بی مراد. قوم لوت میگفتن مثل اینکه بهترین باغ ها و بستان ها را داشتن.